خدای ماشاءالله شرط ما یباده گردنم از لگینی حالاتم از دارم سایرم میگم بچه ها مرمی آدین چهار تا دختر دارم یک بچه دارم و هم شال از دجای ششتم مک دمای مبارک رمضان که نمی یک لغمه را به نان دروزی خود افتار میکنه خبر داری که یک جمره را قبول میبره کمک نمودن در ماه مبارک رمضان تا چه اندازه اجر و ثواب داره؟ بسیار ثواب داره. از ثوابش گفته نمیشه. که کسی واسه توان داشته باشه، چیزی به مردم کمک کنه، او به خداوند تعالی معلوم است. مواد ارتزاقی قرارداد صورت گرفته. همراه نماینده ولایتی امروز هم صحبت شده. اونا از تیاری خود اطمینان دادن. نام یاد خدا برنده های عزیز سلام بر شما امیدوارم جور صحتمند و سر حال باشی لباس عافیت بر تن داشته باشی و از گزند روزگار به دور باشین با قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین روزدار از زان دل امروز سومین روز ویژه برنامه افطاری ماست که از سوی بانک اسلامی و عزیزی بانک برای هموطنان عزیز ما در ناحیه هشتون شهرداری کابل مد نظر گرفته شد. قرار است بخیر مواد غذایی را در ناحیه هشتون شهرداری کابل توزیع کنیم. امیدوار هستم که تا ختم گزارش امروز ما همراهی کنید. مادر جان سلام. آجان. خوب است ان شاء الله؟ تو باشه که زنده باشی و خیر باشی بچه ما. جان جور بده که کای غریبا خوب باک پنه تنت اچ مو ته اچ سم شوی ما مرد. خاطی ما ته کردن ما سپدل یک تک نان دو مس. خز نه لجه ما کردن مای پسن پای ما مای. تنت اچ مو ته اس می کردن کوش نو تو شو. روزه ته دان ما می کرد. خدا مسلمان پیدا شد می داګه کنا شد. امی تو می گردیم پس می آن مخانه گوشنه و تشنه تا زیر خیمه ششته شاور مامور زندگی ما خراب است اتی ما دا گردنم از کس کاله نداره کس چپلک ندارم ما کاله ندارم پایه می پوندی دست پایه می مایی بس تا زیر خیمه شل شد شده مالات ما بچه ما خیلی خراب است زندگی ما خراب است کس خبر نداره کس کس چی خواهد تیر میشه سرجان تیر نمیشه خواره و غریبه هم در گرفتیم غریبه هم کسی خونکی زمستان در زیر آن شیشتر دیم خیمه می چکیم پلاستیک نبود پیسه اینه در بیرون می برم نیم در سارا و بدل یک رفا در رفا مردم معربت می گفتیم می شما بیرون می برای برگرد ای گری خبر نداشتیم از حالات ما در زیر دل دل شیشتر می دیم زیر خیمه پلاستیک یک قالین نه یک گلیم نه یک چیز نه چوب ایزم نداشتیم کالای تن آقا می سوختان دیم خدا گرم نکنم دست خونه که شال شد شدیم دگه هم مایب شدم دگه هم اچی شدم شاورم امور که بدل نه نه گشته گشته از پایه افتادم چهار تا دختر دارم یک بچه دارم و هم شال از دجای ششتم بچه وارم مرمی گرم میاره و روز پینجه رو پامور میدم که پیسی نه نه پیدا شمی نه نه بره اولاده هم میبرم دقیقا درکت میکنم مادر جان انشالله شفا یا جیل از خداوند متعال برای شما مسئلت داریم انشالله که روز روزگارتان خوب شوه بخیر باشین مادر جان بخیر باشین تا که دنیا عبادت بچه ما عبادت باشین همین لحظه در ناحیه هشتم شهرداری کابل کارتنو قرار داریم
قسمی که به تصویر میبینین همکاران ما در جریان توزیع افطاری هستند به شهروندان گرامی. شما همچنان تا آخرین مرحله از گزارش امروز ما را همراهی کنین. کاکا جان سلام. سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال احوال؟ شکر فضل خداست. چطور است امرای کاروبار و مسئولیت ها؟ والا کاروبار خو مزه نیست، خو بازا میجقیم دیگه. مقصد ولی از این بغلای سرک چی کده از ایمان و وجدان ما قوی نکم چی نمیکنه و میریش سفید 12 سریال هستیم بانم کراچیگه که رومی بار کردیم. خدا میره با نکداد تانان پیدا میکنم برشان میبرم دیگه. قربان همتت. این واقعا دیگه از همتی بالای تست. ایمان ما قبول نمیکنه که در بغل سرک استاد شیم بگیم. دقیقاً. خب چطور است وضعیت روز روزگار؟ خوب میچله؟ روز روزگار بالا دیگه میچله دیگه تو نه دیگه خوب نیمش کم هستیم دیگه. چی درو بگویم باید سفید تنها ما. تنها ناناوری فامیل خودت هستی؟ من فامیل خودم هستم بله. هستم بچه ها کاسی که نقیقه خورد مدرسه میخونن کسیش مکتب میره کسیش یک چیز بگه نمیره بخصه دونم سودا میگم بگه اگه داد تنان میگیرم میره خانه. خب خدا رو شکر که دقل مصروف هستی. شکر بله. پیسه ده تا نانم که پیدا میکنی در این زمان کلان شکر است. هزار بار شکر نعمت است. هزار بار شکر. خب میخوایم نظرت کاکا جان در مورد ای داشته باشیم که کمک نمودن و انفاق نمودن در ماه مبارک رمضان بله. تا چی میزان اهمیت داره، ارزش داره، ثواب داره؟ چرا با کمک در ماه مبارک رمضان که نمی یک لقمه را به نان روزی خود افطار میکنه خبر داری که یک جمره را قبول میبره صحابت یک جمره را. بسیاری یک ثواب کلان است، بسیاری یک کمک کلان است برای یک مسلمان. برداری که خداوند از پیش بسیار راضی میشه و بسیار خوش میشه. و یکی برای مسلمان ما مسلمان کمک میکنه باید که خوش میشه. چطور نمیشه؟ خداوند دیگه بسیار از ما اشد دادمی دوستان بسیار خوش است که اگان کمک میکنن. ایسو در سرک ایسو میگردن و مسکینی بیچاره میتن یک نان یا پیسه یا پول یا دیگه بسیاری خداوند از پیش راضی است و بسیار خداوند از پیش خوش است. خدا دال مالش هنوز هم دیگه برکت مندازه. سلامت باشین، بخیر باشین کاکا جان، پیشتان خوبی، افطاری خوش برتان میخواییم. جور باش، خیر ببینیم. بخیر باشین، بخیر باشین. Thank you.
حاج سیب سلام. سلام علیکم. شجور بخیر. خوب هستین انشاءالله. چهات بخیر. صحت من. سلامتی انشاءالله. از کجا آمدی بخیر؟ از زمین چرای آمدیم نزدیک. خب چی کار میکنی حاج سیب گرامی؟ راش بیکار. قبلا چی کار میکردی؟ قبلا دیوار بودیم ولی ضعیف شدیم دیواری نمیتونم. کار کردن نمیتونم دیگه کراخ کراخ خانه خوشت. روز روزگار چطور است کاکا جان؟ میگذره شکر میگذره. ماه رمضان چطور میگذره؟ ماه رمضان هم تو میگذره که چیزی پیدا شد و بخوریم پیدا نشد. دقیقاً. خب همین لحظه همکار ما یک بسته مواد غذایی پخته برای افطاریتان مد نظر گرفته. تشکر. انشاءالله افطاری خوب خوش برد میخواییم. آسیب گرامی، انفاق در ماه مبارک رمضان، کمک نمودن در ماه مبارک رمضان تا چی اندازه اجر و ثواب داره؟ بسیار ثواب داره. از ثوابش گفتن نمیشه که کسی واسه تو آن داشته باشه، چیزی به مردم کمک کنه، او به خداوند تعالی معلوم است. برای ما و شما معلوم نمیشه، برای خداوند تعالی معلوم میشه که چه که ثواب داره. این مطر ایجا استاد کده آمده نه یک بلند کوچه دخار غریب افطار میتخو ثواب است نه؟ این شما که به ما دادی ثواب نه؟ ثواب است، ثواب است. خداوند تعالی مجرایی میته. سلامت باشید. وقتون رو نمیگرم زنده باشید. تشکر آیسه. خب از آن بنینده ای بود سومین روز ویژه برنامه افطاری ما که مواد غذایی پخته شده از طرف عزیزی بانک و بانک اسلامی برای شهروندان نایه هشتم شهرداری کابل مد نظر گرفته شده بود. قسمی که مصاحبه هموطنان عزیز ما را شما شنیدین، همه از ارزش و جایگاه انفاق نمودن و کمک نمودن در ماه مبارک رمضان صحبتهایی داشتند. امید ای که دامنه فقر از کشور عظیم افغانستان دور شود و هموطنان عزیز ما در فضای آرامش، در فضای آسایش بهترین زندگی را به وجه احسن به پیش ببره. یک بار دیگر طاعت و عبادات شما مؤمنین روزه‌دار مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. تشکر از اینکه همیش کانال آشنا را همراهی میکنین. فراموش نشود دوستان عزیز، این ویژه برنامه تا ختم ماه مبارک رمضان ادامه داره. خدا حافظ و یار و نگهدارتان. روز روزگارتان خوش باد انشاءالله.